به سلامت، موفق باشی. ممنونم. کوچیک یوریم یورگون چارسیز یالنز ورونجا کپنی عشق هر اویاندیمدا یوکسون یوکسون الو. سلام گلشم. شوکت. آره منم، چه خبره؟ سلامتی. یهو هنگ کردم، شمارت هم نمیدونستم. گفتم خدایم من آزاد شدم، بیرونم. خیلی خوشحال شدم به سلامتی. ممنون. الان یکی یکی به دوستام زنگ میزدم، دلم برای تو هم تنگ شد، گفتم با هم یه قراری بسیم. حتما همدیگر رو میبینیم. امروز میتونی؟ امروز خیلی سرم شلوغه، شوکت. از اونجا رد میشم، گفتم سر را یه سر ببینمت. نمیتونی یکم وقت بذاری؟ والا نمیدونم، خیلی کار دارم، ولی بذار ببینم اگه وقت شد حتما. این شمارت دیگه؟ آره شماره خودم، ولی حتما زنگ بزن همدیگه رو ببینی. باشه، بذار ببینم چی میشه. با هم حرف میزنی؟ باش، الان وقتتو نگیرم، میبینمت. خدافظ. شوکت، تموم شد. آره تموم شد. نمیدونی چقدر خوشحال شدم. آره برای همین نیومدی حتی به میگه خوش آمد بگی. دیشب گفتم مزاحم نشم، داشتم میومدم یه سر زدم ولی رفته بودی. باشه حالا بشی. چطوری؟ واقعیتش نمیدونم، خیلی داغونم، دارم سعی میکنم روحیم بهتر بشه. بعد از این همه وقت کاملا طبیعیه. تو هنوزم میری کلاس؟ نتونست فارغ التحصیل بشی؟ چیزی نمونده، همین روزا مدرکمو میگیرم. ولی خوب پیشرفت کردم همونطور که میگفتی. میبینی؟ تو کجا میری؟ نمیدونم، گفتم برم بیرون هوا بخورم، قدم میزدم، کشتی رو که دیدم گفتم سوار شم. شاید هم یه حکمتی داشت، تو رو دیدم. چقدر دلم تنگ شده بود برای این دریا، پرنده ها، امواج آب، صداش. واقعا دلم تنگ شده بود. فرخنده یه دقیقه بیا. چی شده؟ شوکت زنگ زد. چی؟ یکم پیش گوشیم زنگ خورد، نگاه کردم دیدم شمارش ناشناسه، شوکت بود. میخواد با من حرف بزنی، گفت قرار بذاری. تو چی گفتی؟ تو از تو نپرسیدم، نخواستم چیزی بگم، دست به سرش کردم. معلومه میخواد راجع به چی حرف بزنی، دلش از تو پره.
معلومه خیلی داغونش کردی، فکرشو مشغول کردی. میبینی که تا آزاد شده زود یاد تو افتاده، هنوزم بهت امیدواره. این امیدو بکش گلشن، برو حرف بزن، همه چیو بهش توضیح بده. دیگه هیچ سوالی در مورد من تو ذهنش نمونه. امیدشو قطع کن، دیگه منو واسه همیشه از زندگیش پاک کنه. هرچند درست‌ترین کارم همینه. دیگه نمیخوام بیشتر از این با زندگیش بازی کنم. دیگه وقت خودش رو تلف نکنه. برو باهاش حرف بزن. مطمئنی دیگه؟ آره؟ آره کاملا مطمئنم. اگه تو نبودی این شکنجه تموم نمیشد. من هنوزم از خودم فرار میکردم. بار سنگینی رو دوشمه، همیشه هم رو دوشم میکشمش. زندگی ارزشش نداره. بهت که گفته بودم همه چی تموم شد رفت پیکارش. خیلی بد مدیونم. زندونی شدن فقط موندن لایه چهاردیواری نیست. زندونی اصلی اونیه که خودشو تو خودش حبس کنه، برای خودش یه چهاردیواری درست کنه. من دیگه این دیوارا رو خراب کردم، خودم رو این پرنده آزاد حس میکنم. همه یه حسابا که مربوط به گذشته است یکی یکی صاف میکنم. واقعا نمیتونه، تموم شد. الو شوکت، من کارامو انجام دادم. خیلی خوشحال شدم. امروز تایم نهار میتونم قرار بذارم. خوبه، من که فعلا بیکارم. گفتیم یا این طرف دیگه. آره آره، الان تو کشتیم. باشه، پس میدون تقسیم میبینمت. باشه، تو تقسیم منتظر. نیم ساعت بعد جلوی خروجی استقلال مترو میبینمت، بعد میریم یه جا میشینی. باشه. گلشن ممنون که با مشغله زیادت قبول کردی. فعلا خدافظ. خب شنیدی که فقط قرار گذاشتی. پاشو برو، منتظر نمونه. باش. شنیده آزاد شدم، گفت تایم نهار قرار بذاری. دست دوستام درد نکنه، همشون میخوان منو ببینن و خوش آمد بگن. از دیروز کلی بهم زنگ زدن. آسلا خانوم، من امروز یکم باید زودتر برم. جریان چیه گلشن؟ چیزی نیست. امروز با فرخونده یک کاسه ای زیر نیم کاستونه. نه هیدم به دقیقه پچ پچ میکنی. نه چیزی نیست، خداحافظ. لیلا پاشو یه چایی بذار دخترم، خسته شدیم، یه چایی تازه دم بخور. آره والا. لیلا شنیدی دخترم؟ شنیدم، یه لحظه یه کار پیدا کردم، اینو بنویسم برم. باشه باشه، تو به کارت برس، من خودم میذارم. چه کاری؟ دستیار کارگردان. آها، شمارشو بردارم زنگ بزنم. روز بخیر. برای آگهی استخدامتون تو اینترنت زنگ زدم. بله منتظرم. الو سلام. برای آگهی استخدامتون زنگ زدم. بله دستیار کارگردان. لیلا تکین. دیپلم دارم.
بله سابقه کارم دارم. کی زنگ زده؟ میام. بله بله مناسبه. باشه، با کی قرار میذارم؟ ممنونم، به امید دیدار. روز بخیر. چی شد؟ برای فردا با هم قرار گذاشتم. برو ببینم چی میشه. موفق باشی ایشالا، اما به یه جا اکتفا نکن، بقیه‌رم بگرد، بالاخره یکیش جور میشه. معلومه، خب بازم میگردم. خیلی خب. تو هم باید زودتر بری گواهینامه تو بگیری. خسته شدی؟ تو رانندگی میکردی من میخوابیدم. بچه هم هم اومدن. سلام، خوش اومدین. ممنونم. دیدی صدیق خانم ناراحت بودی که اینا رو ندیده میری، الان اومدن. خوش اومدین، فداتون بشم. ممنونم. سلام. سلام. این سال ملکای خشک خالی یعنی چی؟ صدیق خانم رو نشناختی؟ معذرت بخوام، به جا نیوردم. صدیق همسایه پایینی نوریه. اذیتش نکن عزیزم، از کجا بدون آخه؟ مگه چند بار منو دیده؟ بگذاریم، از این به بعد ایشالله زود زود هم دیگر رو میبینیم. با این حالت سرپا نمون، دیگه برو تو، بعدن حرف میزنیم. باشه. مرسی نوری، من بهت زنگ میزنم. روز بخیر. خداحافظ بچه ها، میبینم اتون. سلامت باشین، خداحافظ. روزتون بخیر. بیاین بیاین، کلی حرف دارم براتون. بیاین بیاین بشینین اینجا. خیر باشه. خیره بذارم خیره. پرنده خوشبختی روشونمون نشسته. چی شده؟ این صدیق خانم یه پسر داره، قد قارون ثروت داره. خب به ما چه؟ هیچ کسی کاری هم نداره، فقط یه دونه پسر داره این شاخ شمشاد. ماشالله خیلی بچه خوش قیافه‌ایه، تازه از سربازی اومده. فقط چیزی که حدس میزنم نگین. تو چطوری فهمیدی این جنه؟ به خدا جنه. درست حسابی حرف زنیم، ببینم چی میگین آخه. صدیق واسه خواستگاری از دنیز اومده بود پسرم. چی؟ آره، پسر داری صاحب دوماد میشی. مامان چی میگه؟ عقلتو از دست دادی؟ دنیز هنوز بچه است. چه بچه ای؟ دمه بخش شده. اون 16 سالشه. که چی؟ منم 15 سالگی ازدواج کردم. دنیز بچه است، هنوز دبیرستان میره، اون میخواد بره دانشگاه. همه لنگه ای تو واسه شوهر 30 سال منتظر نمیمونن دختر. هر که قسمتش برسه میره. دنیز هیچ جا نمیره، همین که گفتم. نه بابا. تو چطور همچی فکری میکنی؟ چطور کسی که با این نیت میاد خونه قبول میکنی؟ به خدا خیلی خانواده خوبی هن، اصلا چه بهش فکر نکن، بده بره. میخوای چی کار کنی؟ نکنی میخوای ترشی بندازی؟ جواهر خانم لطفا دیگه یک کلمه هم راجع به این موضوع حرف نزنی. به دنیزم اگه بگی و فکر بچه رو مشغول کنی خیلی بد میشه. دیگه هیچ کس به این دلیل پاشو تو این خونه نمیذاره. ای بابا عزیزم، واجب که نیست. حالا زود عروسی کنن، یه عقدی میخونن تا مدرسه هم تموم شه، منتظر میمونن، نمیشه. این بحث تموم شد مامان، فهمیدی؟ با اصرارات آدم عصبانی میکنی، ای داد بیداد. باشه بابا بسه، دوتا یهویی برم خط نشون کشیدی، هم به خاطر صلاح دنیز حرف میزنم. ببین هنوزم. باشه بابا. تمام.
مگه همچین قسمتی پیدا میشه؟ نتونسته جلو خواهرشو بگیره تلافیش سر مادر. چیزی گفتی؟ بله گفتم، حرفی داری؟ گفتم برادره چطور حالش خوبه؟ شوکت رو میگم، شوکت، همون که آزاد شده، خوبه؟ خوبه، سلام میرسونه. سلامت باشه. کجا بشینی؟ همینجا خوبه. خیلی خوب. چی شده؟ چیزی نیست. خوش اومدین. چی میخورین؟ چیزی نمیخورم، فقط چای میخوام. دو تا چای لطفا. چشم حتما. خب چه حال و احوال؟ همون خبرای همیشگی. اومدی با خانوادم حرف زدی، اونا رو بردی خونش ها؟ دلم راضی نشد بیشتر از این ناراحتشون رو ببینم. به این خاطر میونتون به هم خورد؟ نه، قبل از اون خورده بود، اما به خدا اگه به هم نمیخورد بازم میرفتم. دیگه صبرم تموم شده بود. آخرش منم روی واقعیشو دیدم. بفرمایید. متشکرم. نوش جونتون. بعد برداشت نکن، من فقط میخواستم تو رو ببینم، یعنی به خاطر اون نبود گفتم قرار بذاریم. راستش اگه اذیتت نمی کنه حرف بزنیم شوکت، هم تو راحت چی هم من. من تعریف میکنم، برای من مشکلی نداره. برای منم همینطور، دیگه اصلا ناراحت نمیشم، اما بعضی چیزا هنوز تو ذهنم مونده. اگه بدونم راحت میشم. دیگه فکر نمی کنم که چی شد. گفت نمیخوام طلاق بگیرم، اومد زندان کلی خواهش و تمنا کرد. بعد چی شد که باز عوض شد؟ چرا اومد؟ برای چی رفت معلوم نیست. ببین، اول از یه جایی امیدی داشت، به تو پشت کرد. همین چیزایی که مامانت شاهدشون بود و میدونست. هنوزم اونا با هم هست. یه مدت میونشون به هم خورد، به خاطر همین اومد سمت تو. پس الان رابطهشون درست شده. میدونی که فرخونده همیشه عقده نداشته هاشو داشته. تو رو که پیدا کرد شوهر قبلیشو ول کرد. تو رو هم به خاطر اسم و مقامت میخواست، پسر بخشدار و این چیزا، ولی فقط تا یه مدته. منو بازیچه خودش کرد. هرچی، تو قربونی طمع اون شدی، تهمت دزدی بهت زدن، الان هم یکی رو پیدا کرده و رفته سمت اون بیچاره. نه من بیچاره نیستم، من تاوان کارم رو پس دادم. حماقت از منه که همیشه باورش کردم، اما بیشتر از هر چیزی این که وقتی من زندون بودم یه بار دیگه منو فریب داد. این خیلی عذابم میده. آدم وقتی اون توه متفاوت میشه، همه چی به چشمش متفاوت میاد، میخواد به یکی اعتماد کنه، باورش داشته باشه، امیدواری میخواد دیگه. شایدم با تو بازی نکرد، باز به فکر خودش بود، خواسته تو رو تو آب نمک نگه داره. منو بازی داد. این حرفا رو میزنیم آره، ولی الان هم اگه بیاد بیفته به پات، تو باز دستشو میگیری و بلندش میکنی. دیگه نه، آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. مبادا شوکت، مبادا. در واقع دیگه جای هیچ بخششی نیست. تو چشم هممون نگاه کرد و فریبمون داد. الان دیگه مخفی هم نمی کنه. هم در حق تو هم خونوادش بی‌انصافی کرد. بی‌انصافی بزرگو به خونوادم من کردم، به خاطر خوشبختی اون همه رو ناراحت کردم. به من داری میگی؟
بفرمایید، لیستا که خواسته بودین آوردم. ممنونم، ولی اگه اینا را قبل از اینکه صد بار زنگ بزنم میووردین خیلی ممنونتر میشدم. خب الان حاضر شد. اگه هی نمیخواستم هنوزم حاضر نمیشد. خیلی به من فشار اومد. اینقدر سخت نگیرید علی رضا خان، کارا نمیمونن، بالاخره انجام میشه. من گفتم نصفشو بفرستم، خودتون نخواستین، چیکار کنم؟ اجبارا دیر کردم. من که نمیتونم پخش و پلا کار کنم جناب، نصفش صبح نصفش عصر. هر چیزی لطفاً تو دایره نظم خودش باشه. من سال هاست کارم رو اینجوری انجام میدم، تا الانم کسی شاکی نشده بوده. من به سهم خودم امروز خیلی ناراضی بودم. از این به بعد خواهش میکنم کاراتون رو درست انجام بدین. به روی چشم علی رضا خان. فکر کرده چون پدر عروس کمالخانه باید بهمون کار یاد بده. ما ماجراها داریم با این علیرضا خان. مثلا تو کارش خیلی دقیقه. قیافه ای گرفته که نگو. ما پایین این کارا رو به کارگرا میدیم. بابا تو برای اینکه ناراحت نشی بهت کار دادن، سرتو گرم کن دیگه. ولمون کن، برای چی گیر میدی؟ به دل نگیر. مثلا پدر عروس رئیسه. آدم که عاشق میشه دیگه چشماش نمیبینه، شاید هم نمیخواد که ببینه. روی هر حرفی گوشاشو میبنده، فقط به حرف دلش گوش میده. تو هم اولش به حرف عشقی گوش نکردی، کاراشو ندیدی، ولی بعدش گوش کردم. فکرشو بکن، حتی به اون یارو اوز، ولی دست از حماقتم بر نمیدارم، دوباره گول خوردم. این خیلی عذابم میده. دیگه بی خیال شو، تموم شد. فرض کن یه حادثه رو پشت سر گذاشتی، الان هم سعی کن خوب باشی. یکی از بچه های شرکته. رئیسم سراغم رو میگیره، باید برم. از بانک اومدی بیرون؟ الان با هم توی شرکت کار میکنی. قهر بودن خیلی سخته، اما چی کار میشه کرد؟ تو بازم میشینی؟ میشینم دیگه، چی کار کنم؟ یادت نره چی گفتم شوکت. اونو فراموش کن، بذار بره. دیگه هیچ وقت دنبالش نرو. ولی یه کارایی باش دارم. باور کن حتی ارزش فکر کردنم نداره. حق با تو، نمیارزه. تو آدم پاک و صافی هستی. یه صفحه تر و تمیز تو زندگی خودت باز کن. با فکر کردن به اون خودتو اذیت نکن. تو لیاقت خوشحالی رو داری. من رفتم دیگه. بازم میبینمت گلشن. ممنونم، به خاطر همه چی ممنونم. یه چایی دیگه بیارم؟ نه خیر، یه آبجو بیاری. الان میارم. کنترل تو دستشون، از این کانال به اون کانال، همه ای کانال ها رو به هم ریختن. من الان تنظیمش میکنم ماما. تحسین، اجاق گاز خراب شده، یه نگاهی بهش بنداز. باشه بابا. فکرت جون. آه بچه اومده. ما اومدیم. جواهر خانم دیگه اون بحثو باز نمی کنی. کدوم بحثو؟ من که یادم رفته.
سلام، خوش اومدین. شما هم خوش اومدین بچه. خوشگلای من، حالت چطوره؟ شما دیدین بهتر شدین بابا جون. اینو ببین، حرف ماما بزرگه. مامانی تینا چطور بودن فکرت جون؟ همشون خوب بودن، خیلی میبوسنتون. دادا شوکت؟ اونم خیلی خوبه. ببینم اصلا کسی منو اینجا میبینه. سلام مامان بزرگ. برو اونور، بعد اینکه خودم بگم دیگه ارزشی نداره. برو مامان بزرگ. الان غذا رو گرم میکنم، زود دست و صورتتون رو بشورین. تحسین جان نمیای این گازو ببینی؟ الان میام. کیفاتون رو اینجا نذارین. اوف دنیز جانم بیا، صدا در نیاد، بیا. چی شده مامان بزرگ؟ بگی اینو نگردار. این چیه؟ عکس کیه؟ قسمت. چی میگی مامان بزرگ؟ امروز برات خواستگار اومد. این که شنیدا بیا ببین چقدر حسودی کرد، بیا آمد به پاک. حق داره، بگیر اینو. شش، ببین اگه این بشنوه بهت گفتم شر به پا میشه. تو خوب نگاش کن، اگه پسندیدیشو به دلت نشست دیگه کار تمومه. فکرت خودشو به در دیوار بکوبم نمیتونه مانشه، همین که تو بپسندی کافیه. مامان بزرگ دست از این کارات بردار، زشته. جابر خانم شما پیرشکی؟ آره دخترم، میخورم. چی شده دنیز؟ هیچی، اینا پرت میکنم، من جمع میکنم. میبینی با سلیقه از نظم همه چی و بلده. خب یه دختر جوان باید هم بلد بشه. اینا فوریه، برای اینکه برای اجرا بفرستم منتظر تایید. باشه، آقای لوانت که اومدن بهشون نشون میدم. اینا رو امضا میکنین، منتظر شما بودم. که اینطور، یکم دیگه منتظر بمون. اصل خانم کجاست؟ تو اتاق کنفرانسن. کی پیششه؟ تنهاست قربان. خوبه. نمیتونم منتظر بمونم، کلی کار دارم. عزیزم خوش اومدی. ممنونم. جلسه چطور بود؟ عالی. وامی که میخواستم و جور کردم. من نمیدونستم به خاطر وام رفتی. راستش اصلا نمیدونستم به وامم احتیاج داریم. به خاطر شرکت نمیخواستم، برای یه مسئله شخصی میخواستم. این وام تا آخر هفته حل میشه، بعدشم پول پدرتو بهش پس میدم. بابام که اون پولو به عنوان قرض نداده. میدونم، شرایطی که برام گذاشته برام آسون نیست. لوانت تو چی داری میگی؟ پولو جور کردم، دیگه مجبور نیستیم با هم ازدواج کنیم. مگه فقط به این خاطر با من ازدواج میکردی؟ مگه تو هم به این خاطر ازدواج نمیکردی؟ مگه بابات برای تو هم همین شرط رو نذاشت؟ پولو تهیه کردم، دیگه مجبور نیستیم با هم باشیم. این اتفاق اصلا برای بابام خوشایند نیست. منم برام خوشایند نیست که یکی منو بخره و بفروشه. بهونه خوبی پیدا کرد. به خاطر زنی مثل فرخونده میارزه کل فرصتهای شغلی تو به خطر بندازی؟ فکر کنم این یه تهدید بود. تهدید برای چی؟ منظورم اینه که با این کارا ممکنه فرصتهای زیادی رو از دست بدی. همین. اینطور از کوره در رفتن ها اصلا بهت نمیاد. پای هر بی سر و پای وایسادن اصلا به تو نمیاد آقای لوانت. چی شده؟ آسلا خانم از چیزی عصبانی بودم و نمیدونم از چی. اونو ولش کن، بیا تعریف کن ببینم چی شد.
شوکت چطور بود؟ بد نیست، حتی بهترم هست، خیلی بهتر. از چیا حرف زدین؟ درست حد زدی، به خاطر تو منو دعوت کرده بود، میخواست یه بارم از من بشنوه. خب منم توضیح دادم دیگه، همونطور که خودت میخواستی تو رو خراب کردم دیگه، اصلا نگات هم نمی کنه. حتما تو هم از این فرصت پیش اومده استفاده کردی و خودتو خالی کردی. من دروغ دونگ نگفتم فرخنده، نه تهمت زدم نه اغراق کردم، فقط چیزایی که اتفاق افتاده رو گفتم، اونم که کاراشو کرد. خیلی خوب دیگه، دوباره شروع نکن، بذار دست از سرم برداره. برام مهم نیست در موردم چی فکر میکنه، اصلا اهمیتی نداره، همین که دورو برام نباشه برام کافیه. دیگه شوکتو برای همیشه از دست دادی فرخنده، از این که این جدایی به دست من شد خیلی ناراحتم. هرچی، ولش کن، دیگه آروم شدم. من میرم، حوصله ندارم بهم بگن تأخیر داشتی. باشه، بازم وقت کردی بیا، میخوام دوباره برام تعریف کنی. ساکت شو وگرنه پشیمونت میکنم. تو چه میدونی ها؟ مگه با چشات دیدی؟ چی میدونی؟ با دروغشون زندگیمو نابود کردم، جگرمو آتیش زدم، اما هیچ کدومش به اندازه تو منو ناراحت نکرد. وقتی فهمیدم دیگه هیچ عشقی تو وجودت نیست، اون موقع منم نابود شدم. لازم نیست بیشتر از این زحمت بکشی، من تو رو بدبخت کردم. پروانه یه بار تو آتیش میسوزه شوکت، تو داری دورش میچرخی و میسوزی داداش. نمیتونم راضی بشم که بیشتر از این آسیب ببینی. مبادا شوکت، مبادا، دیگه جای هیچ بخششی نیست. تو چشم هممون نگاه کرد و فریبمون داد، بدتر از اینم میشد؟ مسیرت کجاست داداش؟ شرکت تونجای، آدرسشو بلدی؟ البته که بلدم. چند تا مدل آشپزخونه بهشون پیشنهاد دادم، معمار خوشش اومد، گفت میشه روش فکر کرد. یعنی الان خونه هایی که اونا درست میکنن و تو طراحی میکنی؟ در واقع منم با اونا تو اون اکیپ کار میکنم، چند نفریم. واقعا برام شروع خوبی شد. بابا چی کار میکرد؟ خوبه، یه اتاق خوشگل داره، یه کمی کوچیکه ولی خودش تنهاست، کسی تو کارش دخالت نمیکنه. چه خوب، بهتر اون تو کار کسی دخالت نکنه، این کافیه. اومد بابا. خیر باشه ایشالله این موقع یه روز. خیر علی رضا، چرا اومدی؟ یکم زود اومدم. نکنه زبونم لال، بازم کارتو ول کردی؟ نه خیریه، برای امروز کارم تموم شد، دیدم برای چی بیکار بشینم اومدم خونه. سلام نهیر خانم، ببخشین. اختیار دارین. این یه چیزی شده به هم ریخته است، نکنه با یکی درگیر شده. خدا میدونه. میبینین تو کارم دووم نمیاره. خیلی خب من دیگه برم،
باید غذا درست کنم. میبینمتون. خب دیگه میبینمت نجلا جون. بازم موفق باشی دخترم. خیلی ممنون. خب دیگه خدا سلامت عزیزم. خدا حافظ. منم برم تو آشپزخونه. دخترا شما باید کمک کنین. به خدا خیلی خسته شدم. چشم. بابا چی شده؟ چیزی نیست دخترم. چرا هست؟ تو کار ناراحتت کردم؟ من خسته شدم دخترم. تقصیر کار نیست، چون دیگه نمیتونیم از این شهر بریم، چون چاره ای نداریم، مجبوریم این سختی ها رو تحمل کنیم. تو چطوری عزیزم؟ خوبم، خیلی خوبم. لیلا کجا فرار کردی؟ بیا کمک، بیا دیگه. اگه گذاشت راحت باشی. برم تا نایمده بالا، بعدن یقمو میگیره. خودتو ناراحت نکن. چون دیر شد گفتم خودم بیارمش. امروز که تموم شد، فردا میدمش بخش اجرایی. باشه. ظاهرن اوضاع خرابه، در و تخته به هم میکوبین. سر یه موضوع به توافق نرسیدیم، یکم از کوره در رفت. مثل اینکه کار جدید حسابی درگیرش کرده. به کار ربطی نداشت، بهش گفتم باهاش ازدواج نمی کنم. چرا منصرف شدی؟ من که بله نگفته بودم. نه هم نگفته بودی. بیا تو اتاقم حرف بزنیم. من میرم. عصرتون بخیر. عصر بخیر. عصر بخیر. بفرمایین آقا. میخواستم یکی رو ببینم. میشه اسمشون رو بگین؟ کیو میخواییم ببینین؟ فرخنده تکین. شما منتظر باشین خبر بدم. نه نه، میخوام سورپرایزش کنم. باید زنگ بزنم، خلاف مقرراته. من شوهرشم لطفا. نمیشه زنگ نزنم. بسه، شوهرشه، میتونین برین. خوش اومدین. ممنونم. بفرمایین، فرخنده خانم طبقه 4 هستن. متشکرم. محل کار کیفم که میکنی؟ وقت کاری تموم شده. عذر میخوام، اتاق فرخنده خانم کجاست؟ از همین در برین تو اتاق سمت راستیم. فرخنده خانم پیش آقای لوانته، همین اتاق بزرگ بغلیه.
به چه مناسبتیه؟ گفته بودم اگه تصمیم بگیرم ازدواج کنم قبل از همه تو میشنوی. با من ازدواج کن. بله؟ آقای لوانت، یه نفر میخواد شما رو ببینه. شوکت. شوکت برای اینکه با خودش کنار بیاد اونجا بود. تو اون لحظه اون تو ذهنش نه گذشته‌ای بود نه آینده‌ای. تمام فکر شوکت فقط به همون لحظه متمرکز بود. این کارو نکن شوکت. چقدر این صحنه برام آشناست. شوهر اولت که موقعی ازدواجمون با اسلحه جلومونو گرفت اون موقع هم پشت من مخفی شدی. مثل الان. نه ترس، من اسلحه مسلحه ندارم. الان خیلی خوب دارم درک میکنم اون آدم چه حسی داشت. اونم مثل من حالش به هم میخورد. مثل من نفرت داشت. الان منم همون نفرتو دارم. تنها فرقمون اینه که من اسلحه ندارم. برای از بین بردن تو هم به اسلحه احتیاجی ندارم. الان دیگه تو رو کشتم. واسه من تموم شدی. مردی. دیگه نیستی. دیگه تموم شد. من به این زهر غلبه کردم. الان برو زهر تو به هر کی میخوای بریز. هر کاری میخوای بکنی بکن. برام اصلا مهم نیست. کی اون مردو فرستاد؟ چطور اومد بالا؟ ما اجازه ندادیم. آسرا خانم گفت بره. عذر میخوام، مشکلی پیش اومده. الو شوکت، کجایی پسرم؟ بیرونم بابا، دارم میگردم. بگو بیاد غذا بخوریم. مامانت میگه زود بیا غذا بخوریم. من یکم دیر میام واسه شام. واقعا؟ چی میگه؟ دیر میاد. واسه چی؟ بهش بگو نیرینا میان، شاید به خاطر اونا بیاد. ببین خاله نیرینا میان که با هم غذا بخوریم. ازشون عذرخواهی کنیم لطفا. باشه، خود دانی. نمیاد؟ بد من ببینم. خب دیگه قطع میکنم. بازم میگم دیر نکن. چشم، نگران نباش. مگه داداشم کجا بود؟ نمیدونم، نپرسیدم دخترم. حالا پیش نایرینا بد میشه. دعوتشون کردیم دوره هم باشیم. نه خیلی، دیروز اون همه غذا پختی، دنبال آدم میگردی که تموم شه، اعتراف کن. واقعا که نجلا. دیشبم گفتم بمونن، خودشون رفتن. ای خدا، ببین چی شد. اگه شوکتم بود بهتر میشد. خیلی خوب، بگذاریم. بعد
بعد از این نمایش حتما دیگه منتظر جواب پیشنهاد ازدواجت نیستی. الان دنبال جواب سوالای دیگه ای هستی. نمیخواستم جای اون باشم. خوب شد بازم یه بهونه گیرت اومد که برون بیاری. ما اول راهیم، اما یکم پیش آخر راه یه رابطه رو دیدم. یه لحظه فکر کردم اگه من بودم که جلوی اون در وایساده بودم. فهمیدم چشمت ترسیده. من فقط میخوام بفهممت. اصلا زحمت نکش، بی خودی با خودت کلنجار نرو. خوبی؟ بیا بریم زود باش. خیلی ترسیدم، هنوز میلرزم. بریم. عصر بخیر، سویچ ماشینتون. تو رانندگی کن، من حالم خوب نیست. باشه. کلیداتو جا گذاشتی؟ چی شدی؟ عوض میگم چی شده؟ چی شده؟ چیزی نیست، آروم باش. تصادف کردی، دعوا کردی، چی شده آخه؟ کی این کارو باهات کرده؟ عوض نمیدونم، چند نفر بهم حمله کردن. کیا؟ اونایی که مخالف فروش زمین بودن سر کلشون پیدا شد. با برات یه مشکلی داشتن. خدا لعنتشون کنه، من میدونستم اینجوری میشه. به تو هم گفتم، نگفتم؟ گفتم از اون آدم دور شو. گفتم، مگه نه؟ حالا ببین، ببین چه بلایی سرت آوردن. بس بیگه جیدا، من داشتم کارمو میکردم. چه میدونستم زمین مشکل داره؟ رفتیم دیدیم، طرف پسندید، قرارداد بستیم، تموم شد. چه میدونستم میان جلومونو میگیرن و به همون حمله میکنن. برای چی با این حالت اومدی خونه؟ میرفتی بیمارستانی جایی؟ چیزی نیست، بزرگش نکن، اومدم دیگه. بذار ببینم، درد میکنه؟ ولم کن، میخوام برم حموم. خوبی؟ راستشو بگو. آره دیگه، دورو برا برات و آدماش نگرد، رابطتو قطع کن، دست از سرمون بردارن. با تو هم عوض، از اونا فاصله بگیر، درد سر نساز. تو رو خدا بس کن. بفرما داداش. یه آبی جو. الان میاره.
هرچند به نظرم بعید نبود، اما میگفتم این کارو نمیکنه. اونم بعد از اینکه تو باهاش حرف زدی، اون خیلی نازک نرنجیه. فکر میکردم بعد از اون همه حرف دیگه غرورش اجازه نمیده بیفته دنبالم. میدونی درست سر به زنگا رسید. لوانت به هم پیشنهاد ازدواج داده بود. تو چه لحظه ای پیدا شد؟ اگه من شانس داشتم. آقای لوانت چی گفت؟ چطور پیشنهاد داد؟ ولش کن، دیگه چه اهمیتی داره؟ ببین معلمم اینجا رو امضا کرد. آفرین به تو. کاری هست کمکت کنم؟ آه دیگه چی؟ سه تا دختر گنده تو آشپزخونه است. آخ یادمون رفت. صدف زحمتت میشه ولی اون تره ها رو از یخچال در میاری؟ غذا زیاده اون بمونه دیگه. درش بیار میخوریم. شوکت هم اومد میخوره نه؟ میخوای یکم نگه داری؟ نمیدونم، میخوای یکم بردار. شما هنوز همدیگه رو ندیدین نه؟ امروز تو کشتی تصادفی با هم مسیر شدیم. واقعا؟ خوب برای خودش داره میگرده ها؟ امروز با گلچن قرار داشت. پیش من حرف زدن شنیدم. ای خدا، برای چی بازم به اون زنگ میزنی؟ یعنی تو نمیدونی برای چی؟ مامانم نگران بود که کجا رفته. حتما بعد از تایم کاریش هم دیگر رو دیدن. شاید هم هنوز با هم دیگه باشن. شاید اون دخترم پیششونه. رو اعصابه. ماشالله ماشالله، دخترها حسابی مشغولن. عزیزم اینو زیرش رو کم کن تنک. چشم. سس سالات حاضره؟ حاضره مامان جون، حاضره. چی شده؟ چیزی نیست. اینم روشن کنم، پیراشکی های کم گرم شی. سلام. سلام. میتونم بشینم؟ آشناشی، من اسلام. شوکت، من شما رو میشناسم، تو مجله عکستون رو دیده بودم. نامزد لوانتون جای هستیم. نامزد سابق؟ قطعا این ملاقاتمون تصادفی نیست، درسته؟ منو تعقیب کردی؟ بله. ببخشید آقا، یکی دیگه برام بیاری. حتما کنجکاوی که برای چی دنبالت اومدم؟ به خاطر اینکه نسبت بهت کنجکاو شدم. تا اسم فرخنده میاد گوشام زنگ میخوره. اما نمیدونستم شوهرش چجور آدمیه. اگه راستشو بخوای اصلا به فکرم نمیرسید با همچین شخصیتی مواجه بشم. از برخوردت خیلی خوشم اومد، واقعا تحت تاثیر قرارم داد. بفهم. متشکرم. تا با چشم خودت ندیدی باور نکردی، جسارت کردی ببینی. این کاریه که هر کسی از پسش بر نمیاد. بعدشم کنترل تو از دست ندادی. واقعا خیلی لذت بردم، خوشم اومد. طرز ایستادنت، حرفات، پشت کردنت و رفتنت، باور کن خیلی تحسینت کردم. گفتم این دیگه کیه؟ از فضا اومده؟ از من چی میخواین؟ یا به جای دیگه. ای بابا، این دخترها موقع غذا کجا غیبشون زد؟ حتما بالا سرشون گرم صحبت شده. صداشون کنم؟ تو بشین، الان خودشون میان. منم لباسم عوض کنم. حالا ببین همه وقت پیدا کردم. باشه عوض کن، بعد من سوپارو میریزم. راستی اومدنی دخترارم صدا باشه. کن. اگه با اون باشه بابا این دفعه از بین میره.
زنگ بزن ببینیم چه خبره. حالا شوکت میفهمه من گفتم. این خبرچینا شدم. نمیفهمه، نگران نباش. الو. الو گلشن، سلام. سلام. داداشم پیش توه؟ نه، امروز قرار بود تو رو ببینی. چیزه؟ آره ولی الان نیست. کیه؟ ظهر دیدمش. چی شد؟ راجع به چی حرف زدی؟ الان نمیتونم، میشه بعدن حرف بزنی؟ گفتم کیه؟ آخه هنوز نیومده، یعنی اونا با هم هن؟ نه عزیزم. راستشو بگو لطفا. به خدا نه، اون پیش منه. بده به من. راجب فرخونده چیزی بهت گفت؟ شما ها از جون فرخونده چی میخواین؟ ها؟ چی میخواین؟ دیگه زحمت نکشین، دست از سرم بردارین، راحتم بذارین. زندگیمو نابود کردین. بس نبود؟ همتون اینه کله چسبیدین بهم. من کی از دست شما ها راحت میشم؟ این ما این که میخوایم داداشمون از دست تو راحت شه. پس چرا جلوشو نمیگیرین؟ چرا بازم افتاده دنبالم؟ شماها آدرس محل کارمو دادین؟ اومد اونجا آبرومو برد. دیگه هیچ وقت نمیخوام دورو برای خودم ببینمش. بس دیگه، بده من. من دیگه تمومش کردم. از زندگیم پاکش کردم. انداختمش دور، اینو بفهم. از زندگیم گم شه بره بیرون. دیگه نمیخوام ببینمش. دیگه دنبالم نیفته. تو دنبال اون نیفت. شوکت برای من تموم شده، فهمیدین؟ تموم شده. بده اینو. الو نجلا، قطع کن با اینا حرف نزن، قطعش کن. باشه گلشن جان، قطع کن. دیگه شورشو در آورده. کاش زنگ نمیزدیم. بچه ها جانم، بیاین دیگه غذا بخوریم. چیزی شده؟ نه. شماها یه چیزیتون شده، بگیم ببینم چه خبره. داداش امروز رفته محل کار فرخونده. تموم شد دیگه. اوه، دیگه کسی به اسم شوکت تو زندگیم وجود نداره. کلا تموم شد و رفت. خب دیگه پاشو برو یه آبی به صورتت بزن. بالاخره کار خودشو کرد. لوانتو چطوری ترسوند؟ میبینی هنوز صداش در نیومده. وقتی میامدم چیزی نگفت، هنوزم بهم زنگ نزد. دیگه مثل قبل نیستم براش. الان مونده که چجوری و کجا از دستم فرار کنه. ولش کن، شایدم اینجوری بهتر شد. به نظر منم اینجوری فهمیدیم آقا لوان چجور مردیه. اصلا خانمم نوش جونش، نونش افتاد تو روغن. دیدی چجوری نگامون میکرد؟ الان بره نامزدشو بذاره رو سرش. فرخونده یه زن کاملا عجیبه، خیلی تمکاره، خیلی خطرناکه. حتما میگی به من نشناسونش؟ آره نه، چیزی نمیگم، اما در مورد اونم نمیخوام دیگه چیزی بشنوم. نمایش تو شرکت خیلی خوب بود، ولی کاراشو که بی جواب نمیذاری. حتما یه جور دیگه انتقام تو ازش میگیری. اونم منو زیاد اذیت کرد. تو این موضوع هر کاری از دستم بر بیاد برات میکنم. سختیای بزرگی متحمل شدیم. باید تلافیشو در بیاریم. شما هم با اون هیچ فرقی ندارین. طرز فکرتون این همه. اونم اینجور موضوع رو خیلی دوست داره. اونم طرف مقابلش احمق فرض میکنه. هی، یکم آرومتر. من احمق نیستم خانم، میدونم میخواین چه کار کنین.
پیشنهاد کمک میدم. کسی که به کمک احتیاج داره من نیستم، شمایی. خودتونو خیلی باهوش فرض کردین ولی خیلی ضعیفین، حتی بزدلین. دیگه داره به هم بر میخوره. چه حسی داشتم، چیا کشیدم براتون اهمیتی نداره، فقط میخواین از حساسیتم سوء استفاده کنین. این چه حرفیه؟ سوء تفاهم شده. عذر میخوام، من با آدمایی مثل شما هیچ کاری ندارم. مشکلتون با فرخنده هیچ ربطی به من نداره، فهمیدین؟ نه کنار شما وای میسم، نه مقابل فرخنده، نه تا کنارش. من دیگه خودمو تمیز کردم، دیگه تو لجن نمیافتم. صورت حساب لطفا. باشه، فهمیدم. روز بعدی داشتی ولی لزومی نداره انقدر بد برخورد کنی. با هم حساب کنم؟ بله بله بله. چند تا به جو گرفتین؟ دوتا؟ ممنونم. خواهش میکنم. شما هستین دیگه ها؟ عصرتون بخیر. نه منم دارم میرم، با ماشین اومدم میرسونمتون. نه ممنونم. من اصلا تعارف نمی کنم، هرچی دلتون خواست خودتون بکشیم. می کشیم عزیزم. ایوا انگار ما غریبه ایم. عزیزم از این برات بکشم؟ نه ممنونم نمیخوام. آخه چیزی نکشیدی که، بیار بشقابتو بکشم. تو که به کسی تعارف نمی کردی. خب باشه عزیزم. دستتون درد نکنه، خیلی خوشمزه است. نوش جونت عزیزم. خیر ایشالله. تو بشین دخترم. من برمیدارم. الو؟ چه خبر لیلا؟ سلامتی آبجی. فکرته. چه کارو میکنی؟ چه خبر ها؟ هیچی، غذا میخوردیم. خاله نیر و صدفم اینجا. چه خوب، سلام برسون. حتما. داداشتو نگی و ناراحت میشه. شما چی کار میکنین؟ ما تازه میخواییم بخوریم، امشب دیرمون شد. تحسین تلفنی اختراع شده که راحت به گوش آدم بچسبه. بیچاره این دختر دستش خسته شد کل روزی شکلی. مامان باز شروع نکن. ای بابا من به خاطر خودش میگم، بشکنه این دست. فردا میری مصاحبه کاریت؟ ریحانم از همکاره بیمارستانش برام چند تا سفارش گرفته. تو این هفته باید دوتا رومیزی تحویل بده. خسته نباشی. از سر سفره بلندت کردم. گوشیو بده شوکت صداشو بشنوم بعد قطع کنه. داداشم خونه نیست، با دوستاش رفته بیرون. داره تلافی این مدت رو در میاره. سلام برسون، وقتی اومد از طرف من ببوسش. باشه حتما. خب دیگه عزیزم، خداحافظ. بازم سلام برسون. به همه سلام رسوند. چی کار میکردن؟ داشتن شام میخوردن. خوش به حالشون. بیاین بچه ها. داره حاضر میکنه دیگه مامان، خیلی گشنته. صدای قور که اومد فکر کردم بیرون کامیون داره رد میشه. نگو صدای این شیکمه بیچاره خودم بود. دنیز باز با شیکمه گرسنه خوابید. عزیزم میخواییم شام بخوریم. چش بیلم کن، راه دستشویو میشناسم. مواظب باش، مواظب باش ماما. ها دنیز منو میبره، تو برو به زنت کمک کن، تفلکی خسته شده. بگیرش. بگی دستمو بگی. خوب عکس نگاه کردی؟ نه. حتما نگاه کن، پسر خیلی خانواده خوبی داره، پول دارم، اصلا راحت میشی. اما به اینا نگی ها، اولم دیگر خوب ببینیم بشناسیم بعد.
الان هیچی نگو. بچه انگار حس کرده یه چیزی شده، بعد خواب شده بود، به زور خوابوندمش. بردار ببینم، بردار. کبودیش بیشتر شده، دستشون بشکنه ایشالله. بیش شرفا قصر در رفتی، وگرنه ممکن بود بکشنت. ساکت میشی؟ سرم درد میکنه. از دست اینا هر کاری برمیاد. تو روزنامه ها چیا که نمیخونیم. کیه؟ تو با چه رویی به من زنگ میزنی؟ اشتباه گرفتم، من به باز زنگ زدم. آره کاملا اشتباه گرفتی، اشتباه بزرگی رو مرتکب شدی. ای بابا چی شده آخه؟ زهر ما رو چی شده؟ تو میدونستی مافیا داره رو اون زمین کار میکنه، عمدن من انداختی جلوشون؟ آنا که حتی انگوش کوچیکه مافیام نمیشن. ترسوندنت؟ ترس چیه؟ داشتن میکشتنم. تموم شد دیگه، از این به بعد با هم کار نمیکنیم. کم آوردی باز. من نمیتونم ابزار دست تو بشم و جونمو به خطر بندازم، فهمیدی؟ من زن و بچه دارم. اما به پولم احتیاج داری. آره اما پول تمیز. وای یعنی تو تا حالا فقط شیر حلال خوردی؟ از من رو برمیگردونی؟ فقط میگم دیگه هیچ وقت تو این کارات نیستم. باشه پسر، هر جور میلته. از این به بعد دیگه تنهایی. اما میدونی یه مثالی هست که میگه بازی که از گله جداشه گرگ میخوردش. الان شبت بخیر. بهت گفته بودم خودتو قاطی نکن، گوش نکردی. از وقتی اومدم دارم میشنوم. بسه دیگه جیدا، بسه. اون دیگه گرم شده، بده تازشو بیارم. بده دیگه. بابا خوش اومدی. منتظر من بودی؟ من که گفتم دیر میام. خب میخوابیدین دیگه، اینجوری که نمیشه. بد خواب شدین. نگران شدم پسرم، اگه میخوابیدم خوابم نمیبرد. اومدم دیگه، شما بریم بخوابین، صبح زود بیدار میشی. تو کجا بودی؟ یه خورده تو بار نشستم، به سلامتی دوستای زندانیم یکم آبجو خوردم. شما بریم بالا، شب بخیر. شوکت، میخوای یکم حرف بزنیم پسرم؟ نه بابا جون ممنونم، من امروز خیلی به خودم کلنجا رفتم، خیلی سوال پرسیدم، جوابم خوب گرفتم. زهر از دلم، بار از دوشم انداختم، اومدم. خیلی خوشحال شدم. شبت بخیر. شب بخیر. تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک فرخنده. صبح کله سحری این شم دیگه چیه؟ خواستم اولین نفر باشم که جشن میگیرم. عزیز دلم، سال خوبی داشته باشی.
آره سن جدیدم و خیلی خوب شروع کردم. نکن دیگه فرخنده، خودتو جمع جور کن، امروز یه سال جدید برات شروع میشه. گذشتم هم دارم به زور دنبال خودم میکشم. فرخنده دیگه اینقدام بدبین نباش، فوت کن دیگه، یه آرزو کن با صدای بلند، منم میخوام بشنوم. بودو دیگه. دیگه میخوام نفس راحت بکشم، پول زیادی داشته باشم و راحت زندگی کنم. میخوام از این به بعد تو زندگیم پشیمونی نداشته باشم. میخوام دل کسی رو نشکنم و کسی رو اذیت نکنم. میخوام خوشبخت باشم. یه مرد قوی میخوام که بهش تکیه کنم. میخوام وقتی کنارم دستشو بگیرم و آرومم کنه. مثل هر کسی منم میخوام خانواده داشته باشم. میخوام بچه دارشم. میخوام تنها نباشم. بازم بگم کافیه دیگه، فوت کن. ایشالا همه چی همون جوری شه که تو میخوای. چیزیت که جا نمونده عزیزم، کارت شناساییت، کیفت، همشون پیشه. دستمالی نداری؟ هست، اما کیف تغذیه‌مو نبردم، اونم اقلا بده کامل بشه. خدا خیرت بده، سر صبحی منو خندوندی. برو عزیزم، برو، خدا پشت و پناهت باشه. ممنون. برای شام چیزی لازم نداری؟ الان نمیدونم، اگه چیزی یادم افتاد به بچه ها میگم میخرن. برو دیرت میشه، به سلامت. صبح خیر. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر. داداشت پا شده، تختشو مرتب کرده، چای رو گذاشته. او شما هنوز خوابی؟ نجله هنوز بیدار نشده. اون کلاسش زود بود، خیلی وقت کرد. پس چرا اینجوری میگی؟ خب حرفتو بزن دیگه. خواستم از داداشت تعریف کنم دخترم، ناراحت نشو. چه خبر داداش؟ سر صبحی چی کار میکنی؟ آگهی های استخدام رو نگاه میکنم. میخوام بگم یه چند روزی استراحت کنم، ما وضعیت رو میبینید. مامان خیلی استراحت کردم، دیگه نباید بیشتر از این وقت رو هدر بدم. منم امروز میرم برای مصاحبه. میدونم، موفق باشی دخترم. بشین بخور، بعدش هم داروهاتو بخور. داروام تموم شده، باید برم از داروخانه بگیرم. پشت گوش نندازی ها. ببین پنیرم بخور، این دفعه خیلی خوب در اومده. چیکار داشتم من؟ آها، میخواستم لوبیا خیس کنم. با این وضعیت نمیتونم برم سر کار. میخواستی که خونه سوات رو نشون بدی؟ مگه با این وضع میتونم برم پیش مشتری؟ یکی دیگه هم میتونه این کار بکنه. این رفیقت برات خوب کار واسه درست کرد، میبینی که. جمعش نکن، میخوام باز بخوابم. باشه، شانسو ببین. مامان و خالم اینا قرار بود امروز بیان خونه ما. اگه تو رو تو این وضع ببینن دیگه از نق و نقشون خلاص نمیشیم. زنگ بزن بگو خونمون یه مریض قرنطینه ای هست و نیان. من یه بهونه پیدا میکنم، خانو برمیدارم میرم خونه مامانم، به خالم اینا میگم میان اونجا، دیگه چیکار کنم؟ خوبه، منم راحت میخوابم. باشه. ها، بیدار شد. زود باشین، دیر کردیم. گرم کنه تو برداشتی دنی. بدش من. خوب شد یادم انداختی فکرت جون، این دفعه دیگه حتما معلم ورزشم تو کلاس رام نمیده. ای منم برم یکم بگردم، از بس نشستم پام گیره. کمکتون کنه؟ نه نه نه، تو به بچه ها برس. زیپاتونو ببندین، هوا سرده. شت، گوش کن چی میگم. از مدرسه برگشتی زمیری پیش نوری. چرا؟ عزیزم واسه با دردم یه دارو درست کرده، معجزه میکنه، میری اونو میگیری و میای. مامان بزرگ ببین، جمع و جور برو، معلوم نیست که چی میشه، شاید یکی اونجا باشی بخواد تو رو ببینه و از این حرف. ای بابا میگم برو دیگه، من بمیرم. برو اینجوری نگو، به اونم چیزی نگو.
برو دختر خوشگل من. کیف و خوراکیتون رو بردارین و تو ماشین منتظر باشین. دارم به شوکت فکر میکنم. شب خواب به چشم نیومد. چطوری کار پیدا میکنه؟ ذهنم درگیرش شده. کاری از دست منم بر نمیاد. میگم بیاد با من کار کنه اما کی؟ وضعیتو که میدونی، چند نفر از کار اخراج کردم. ای بابا، ملت به خاطر کار میرن استانبول و وقت تو اون بچه رو میاریش اینجا. اینجا جای کوچیکیه. کی کارشو ول کرده که اونجاشو بگیره؟ منم به فکر شوکتم، نگران نباش. بین اون میسپرم. ممنون. بریم دنیز. مامان خداحافظ. به سلامت. به خداحافظ مامان بزرگ. به سلامت دخترم. کلی جده آبادشه میخواد بریزه اینجا. خودش کم بود، حالا یکی که اون رو ورداره بیاره اینجا. فعلا برام رزرو کن. بله حتما. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. اصلا چی شده؟ تو داری چی کار میکنی؟ تو به شوهر فرخونده اجازه دادی بیاد بالا؟ بس دیگه، من از کارا و مشکلات این زن خسته شدم. اگه اون آدم تو دستش اسلحه داشت چی؟ نداشت. دیروز ممکن بود اتفاق بدی پیش بیاد اصلا. خیلی ترسیدی؟ از این به بعد عادت کن که مواظب این بر اونورت باشی. تا فرخونده پیشت معلوم نیست کی چه بلایی سرت میاد. تا جایی که با اونی، خطر تهدیدت میکنه. صبح بخیر. صبح بخیر. بله توکیو. اسم مسافر لوان تونجای. بله یه لحظه یادداشت کنم. صبح خیر. صبح خیر. لازم نیست انقدر به دور دستا فرار کنی. میخوای بری ژاپن؟ برای کار میرم. پس جواب سال دیروزتو بدم، تا اونجا فکرت مشغول نباشه. به فکر این نباش که برگشتی چی کار کنی. راحت رو کارت تمرکز کن. جوابم منفیه. نمیخوام با تو ازدواج کنم. صبح خیر مامان جون. ممنونم. مرسی مامان جون که بهم تبریک میگی. نه نفر اول نیستی. صبح گلشن بهم تبریک گفت. اینا منو قبول نمیکنن. با نشستن که چیزی حل نمیشه، باید خودت بری سر بزن. کسی که از بانک اختلاس کرده رو جایی قبول نمیکنن. از زندان آزاد شدم اما هنوزم دارم تاوانشو پس میدم. هنوزم ادامه دارم. صدف اومد. پاشو پاشو پسرم، برو در رو باز کن، منم اینو حاضر کنم. خوش اومدی. سلام. سلام، بیا تو. نه تو نمیام، باید سفارش رو ببرم. صدف دخترم، دارم میام عزیزم. باشه، عجله نکنین. امروز کلاس نداری؟ یه روز تو هفته واسه مزون نیرو خیلیه کار میکنم. مأمور تدارکاتشونم. خوبه. ببین رو دست آوردم. دستتون درد نکنه.
چرا نیومدی تو دخترم؟ اینا رو تحویل بدم، باید برم پولاتونم بگیرم. اوه، دوتا بسته توشه، یکیش برای آسیه خانومه، روش نوشتم، یکیش هم مال نورسل خانومه. باشه. خوبه، فقط مواظب باش چروک نشه. نگران نباشین، خدافظ. به سلامت. به سلامت دخترم، خدا به همراهت. میبینمتون. خداحافظ. خدا از چشم بد حفظش کنه، خیلی دختر خوبیه، خیلی. لازم نیست اسمشو بیارم، اما چیا که به این دختره نگفت. او بعد تو چه دعوایی، چه داد و فریادی شد. با صدف؟ آره، صدفم جیکش در نیمد، چی کار کنی بیچاره؟ صدف تو رو راضی به تسلیم کرده و چه چیزا که نگفت، با هم میخوان فرار کنن و نمیدونم فلان و بهمان. حتی به من اونقدر تو روم وایستاد، گفت از خدات با اون دختره باشه. روز ملاقات ماجرا رو برات تعریف کردم که نمیتونین از شرم خلاص شین، طلاق نمیگیرم، شما سعی میکنین اونو با صدف جور کنین، هی داد و فریاد رو انداخت. بیادب، اگه همچین چیزی بود، ای کاش که بود. یعنی خیلی دختر خوبیه، خانم باهوشه، کاش از اولش با اون ازدواج کرده بودی، اما سرنوشت دیگه. مامان تو رو خدا. چرا پسرم، دخترم کاملا معلومه که خودش تو رو میخواد، ای کاش بشه. مامان لطفا دیگه از این حرف رو نزنی. پسرم میگم ای کاش، چیز خاصی نگفتم که. معلومه تو ذهنتون برای خودتون بریدین و دوختین، به گوش دختره میرسه. به نظر من اون از خداشه. نه خواهش میکنم، دیگه فکرشم نکنین. یعنی نمیشه؟ تو هم حقته یه زندگی آروم داشته باشی، کاملا معلومه دختره دوستت داره. من تو زندگیم دیگه کسی رو نمیخوام. باشه بابا، تو حالا اول طلاق تو بگیر، منم که نمیگم یه هویی بیا فردا این کارو بکن. خیلی اذیت شدم، خستم. میتونم شروع یه زندگی جدید رو نه خودم میخوام نه انرژی برام مونده. در حق اون زنم بی‌انصافیه، مخصوصا که صدف باشه. مبادا امیدوارش کنی. باشه عزیزم، باشه، برای این حرف هنوز زوده. میخوام اول سرمو گرم کنم، باید یه کاری پیدا کنم، باید این بار از رو دوش بابام بردارم، اون بدهی ها باید پرداخت بشه، به چیز دیگه هم نمیخوام فکر کنم. خیر باشه. بفرمایی. ممنونم. اینم تموم شده. تو کتاب خونه یه کتاب جدول هست، بیارم براتون قربان؟ نه نمیخواد. نوش جونتون.